اگر بخواهیم مثلثی را ترسیم کنیم که مزیت رقابتی ایران در سطح جهانی را نشان دهد، باید از مثلث نفت، گاز، معدن صحبت کنیم که البته ضلع سوم این مثلث طی سالیان گذشته مورد غفلت واقع شده است. شرکت‌های بخش معدن و صنایع معدنی در سال 1401 48,689,800 تن محصول به ارزش 12,239,000,000 دلار به خارج صادر کردند. این میزان صادرات از نظر وزنی 3.4% رشد کرده، اما از نظر ارزشی 7.6% کاهش یافته است. ایران دارای بیش از 10 معدن بزرگ است که تمامی آنها از جمله بزرگترین ذخایر دنیا به شمار می‌روند. محسن فتح‌اللهی، کارشناس بخش معدن پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف، میگوید ایران با داشتن 68 نوع ماده معدنی، 37 میلیارد تن ذخایر کشف شده و 57 میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان 15 قدرت معدنی جهان جای گرفته، اما تولیدات معدنی کشور کمتر از 1% تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. در سال 2018 ایران با تولید فقط 46 میلیون تن و سهم 2.4% از تولیدات معدنی در رتبه 11 دنیا قرار گرفته. به لحاظ ارزش نیز با فقط 8.7 میلیارد دلار و سهم 1% در رتبه 17 جهان ایستاد. سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی در 60 سال گذشته همواره کمتر از 1% بود، اما با در نظر گرفتن کل زنجیره ارزش، یعنی معدن، صنایع معدنی و صنایع پایین دست، این میزان تا 20% قابل برآورد است. غفلت از توسعه بخش معدن عوامل متعددی دارد. یکی از آنها عدم توانایی در جذب سرمایه، چه داخلی و چه خارجی، و موانع قانونی و دست و پاگیر ورود سرمایه و سرمایه‌گذاران به کشور، و البته سوق دادن سرمایه‌گذاران صرفاً به بخش نفت است. اما محقق پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف عوامل دیگری را هم عنوان می‌کند، مثلا غفلت از اکتشافات پایه معادن، به گونه‌ای که متوسط حفاری اکتشافی در ایران سالانه 150 تا 200 هزار متر مربع است، در حالی که این عدد برای کشورهای معدنخیز به طور میانگین 5 میلیون متر مربع است. تصدیگری دولت در معادن هم یکی دیگر از عوامل است. تعداد معادن در اختیار دولت 5% است و سهم 5% در اشتغال زایی دارند، ولی از جهت ارزش افزوده سهم معادن دولت 70% است. ما بعضی از استانهای کشورمون رو میگن بهشت معادن. از این بهشت چقدر نصیب کشور میشه؟ در یکی دو سال اخیر با توجه به کسری بودجه و درآمد پایین فروش نفت، دولت و مجلس نگاه درآمدی به معادن داشتند. در همین راستا حقوق دولتی معادن، یعنی مالیات و هزینه‌ای که معادن به دولت پرداخت می‌کنند، در سال 1399 معادل 990 میلیارد تومان، سال 1400 معادل 10000 میلیارد تومان و سال 1401 معادل 40000 میلیارد تومان بوده و برای سال جاری با افزایش دو برابری 80000 میلیارد تومان تعیین شده است. رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت ایران سال گذشته گفت که 6000 معدن در کشور تعطیل شده که مهمترین دلیل آن بخشنامه‌های بدون منطق دولت است. به عنوان مثال، اگر شخصی بیشتر یا کمتر از میزان قرارداد از معدن بهره برداری کند، مشمول جریمه می‌شود. کهنه بودن ماشین‌آلات معدنی نیز یکی از دلایل تعطیلی معادن است. به گفته رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت ایران، معادن سنگ کشور با ماشین‌آلات سال 1970 تا 1975 میلادی کار می‌کنند. البته اجازه واردات ماشین‌آلات دست دوم صادر شده، اما 2% آن هم به معدنداران نرسیده، زیرا دلال‌ها وارد بازار شده و قیمت‌ها را بالا برده‌اند و یک معدندار هم نمی‌تواند ماشین سنگین معدن را با قیمت 15 میلیارد تومان خریداری کند. در چنین شرایطی عربستان بر اساس سند چشمانداز 2030 قصد دارد درآمد بخش معدن را از 17 به 60 میلیارد دلار در سال افزایش دهد تا به مرکز تولید منابع معدنی در منطقه تبدیل شود. چندی پیش سرمایه‌گذاران چینی به ریاض رفتند تا در برنامه 170 میلیارد دلاری عربستان برای توسعه معادن مشارکت کنند. آرش رئیسی نژاد، استاد پیشین دانشگاه تهران، میگوید عربستان در شرایطی قصد چنین سرمایه‌گذاری را دارد که ثروت معدنی این کشور در مقایسه با ایران بیشتر شبیه به یک شوخی است. رئیسی نژاد میگوید ایران میتوانست تبدیل به هاب معدنی منطقه شود، اما معدنکاری هوشمند، تولید مواد فراوری شده، ایمنسازی معادن و دیجیتالی کردن بستر معدنسازی در ایران اصلاً دنبال نمی‌شود و کشور درگیر خام فروشی صرف و تولید بدوی مواد معدنی است.
ایران در سال 2021 حدود 25 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته و درآمد بخش معدن هم 12 میلیارد دلار بوده. اگر استراتژی توسعه‌ای دست کم در بخش معدن وجود داشت، اکنون همین بخش میتوانست هم پای نفت ایران درآمد حاصل کند، اما با محدودیت‌های احتمالی شدید انرژی در 2-3 سال آینده نه تنها خبری از توسعه این بخش نیست، بلکه بخش معدن به سمت افت تولید و فروش و نیز فرسوده شدن زیرساخت‌ها نیز خواهد رفت.